بله. زیاد من راستش فرصت نداشتم اصلا فکرامو در مورد این فیلم سازماندهی کنم، به همون شاید یه ذره به هم ریخته باشه. چیزایی که میخوام بگم، ولی چند تا نکته خوبی رو دوستان اشاره کردن. شاید به نظیر این فیلم هست، مثلا توی هالیوود هست، دمیان دیگه بهترین نمونهشه، گریگوری پک بازی میکنه، بچه تب در واقع مثل روزمریز بیبی، بچه شیطان و اینا. ولی خب تأثیرهای خیلی زیادی رو میشه توی این فیلم دید. حالا من یواش یواش اینا رو به اصطلاح سعی میکنم که توضیح بدم. کارگردان فیلم لین رمزی اسکاتیشه و یه سری فیلم کوتاه ساخته که تقریبا تما و درون مایه ها خیلی شبیه هن خیلی جا، و حتی به اصطلاح اون رویکرد فرمال به مقوله فیلم، مقوله سینما توی همه توی فیلم های کوتاهش اگه شما ببینید بین مثلا 10 دقیقه تا 18 دقیقه تا 20 دقیقه هستن، اینو به خوبی ما میتونیم ببینیم. من خودم با لین رمزی با فیلم در واقع رد کچر آشنا شدم خیلی سال پیش، فکر کنم اواخر دهه 90 بود و اینها. بعد مورن کلر رو ازش دیدم که این فیلمو ندیده بودم. البته رد کچر به عنوان مثال یه به اصطلاح یه نگاه بکتی به جهان داره. بذارید اینجوری بگم، اینجا همون مسئله پیش میاد، دوستمون به اصطلاح problem of pure evil، شر مطلق، شری که هیچ دلیل خاصی نداره و اتفاق میافته. و بازم اشاره کردم به banality of evil، یه مقوله که آهان آرنت از شرف میزنه و روزمرگی به اصطلاح شر، چیزی که منتهی شد. البته آرنت تو کانتکست ظهور هیتلر و نازی ها بهش نگاه میکنه و اینکه چطور کشتار یهودی ها توی آشوویتس یا جاهای دیگه به یه مسئله خیلی عادی و روزمره تبدیل شد، هیچ کس رو آزار نمیداد، حداقل اونایی که میدونستن. به هر حال فیلم های کوتاهش، یه فیلم کوتاه داره به اسم سه مرگ کوچک که سه تا اپیزود 4-5 دقیقه، فکر کنم 3 دقیقه شده. تولستوی مثلا یه چیزی داره، یه داستان کوتاهی داره به اسم سه مرگ. من اول فکر کردم شبیه اون باید باشه که سه تا مرگ مختلف تو سه نقطه مختلف نشون میده تولستوی. مرگ یه پیرزنه، کنتس پیره فکر کنم، مرگ یه درخته که با تبر میزنن میندازنش، و مرگ یه کالسکه چیه که همه این مرگا با هم ارتباط دارن. و در این حال اینکه کدوم مرگ یا اصلا مقوله مرگ خودش، ما چجوری باید به مقوله مرگ نگاه کنیم؟ این درختی که میفته جا رو واسه درختهای دیگه باز میکنه، به اصطلاح واسه حاصل خیزی بقیه گیاها و چیزهای دیگه. بنابراین مرگ واسه تولستوی یه چیز خیلی مثبته. به قول معروف یه سایکلی هست که بنا نیست همه چیز تموم بشه. مرگ میتونه اونجوری که مثلا توی رنسانس آمریکایی والت ویتمن همه چیز تبدیل میشه، توی شعر سانگ آف مایسلف همه چیز تبدیل میشه به متریال، مایه ریسایکلینگ برای استمرار و ادامه زندگی.
فیلم لین رمزی، اون فیلم به اصطلاح کوتاهش، مرگ فقط متریالیتی داره، یعنی چیزی نیست که بنا باشه یه معنی خاصی داشته باشه یا به یه چیز دیگه تبدیل بشه. و اینجا هم ما، حالا باز من به این اشاره میکنم، به این کانسپت متریالیتی، قبل از اینکه رمزی بخواد چیز رو بسازه، این فیلم ما احتیاج داریم که در باره کلی حرف بزنیم، میخواست فیلم موبیدیک رو بسازه. یه خیلی جالبه که خب موبیدیک رو جان هیوستون ساخته بود با گریبی پیل. بعد چیزای مشترک زیاده با رمان موبیدیک، مثلا نمیدونم اونایی که خوندن اون رمانو، این سفید بودن خود این نهنگ که کاپیتان ایهاب میره به دنبالش و سعی میکنه شکارش کنه، خود اون سفید بودن، یه منتقد آمریکایی هست به اسم، اسم کوچیکش من یادم رفته، ولی اسم فامیلیش هست چیس، یادم نیست اسم کوچیکش چیه، راجب این سفید بودن یا بیرنگ بودن نهنگ حرف میزنه و اینکه این هیچ معنی خاصی نداره. ایهاب میره دنبالش، میتونه بنا پیور ایویل باشه، چون در نهایت همه چیزو از بین میبره، کشتی پیکوآ، تمام سرنشینای پیکوآ از بین میرن، به غیر از اشمعیل راوی داستان، و کاپیتان ایهاب هم میمیره. و اون پیور ایویل هیچ مفهوم خاصی نداره، فقط اونجاست که اتفاق میفته، و اتفاق میفته و از بین میبره، هیچ دلیل خاصی هم، هیچ مقصدی نداره، هیچ. و به نظر من این تم رو رمزه میاره و به اصطلاح حالا توی این قالب به اصطلاح پست کلمباین شوتینگ و این حرفا میاد و تبدیلش میکنه به این فیلم. و خب این فیلم از یه نظر میتونیم بگیم که میتونه یه جورایی الفنت باشه، منتها از زاویه دید یه نفری، یه کسی که در واقع مثلا صدمه خورده، صدمه روحی، خودش پارتیسیپیت نکرده ولی جزء بازمانده ها بوده، حالا به طور مشخص مادر در واقع کسی که رفته به این کار کرده. نمیدونم امیر دیده، بقیه شما هم نمیدونم، الفانت گاسمنسن تو دیدی یا نه. یه تکنیکی که یه فیلم داره به اسم گسمن، لین رمزی، یه تکنیک مشخص که اون فیلم ازش استفاده میکنه این هست که بهش میگن هپتیک ویژوالیتی. ما دو نوع ویژوالیتی، حالا حداقل تو ارتباط با بحث من، ما دو نوع ویژوالیتی داریم، یکی هپتیک ویژوالیتیه، یکی هم رپرزنتیشنال ویژوالیتیه. وقتی میگیم representational visuality یعنی این که یه چیزی بازنمایی میشه با یه معنی مشخصی توی کانتکست مشخصی و یه و تمام این المان‌های روایت با هم مرتبط هستن. وقتی به اصطلاح haptic visuality داریم، المان‌ها نامرتبط میمونن و مشکل به اصطلاح ما یه حس پیوستگی بینشون به وجود بیاریم. این فیلم حداقل تا نیمه این کارو میکنه. و توی گسمن ما مثلا اول کلوزآپای یه سری یه خانوادن، پدر، مادر و دو تا بچه، فقط کلوزآپای اینا رو میبینیم به شکل فرگمنتد تجزیه شده، بدونیم و نمیتونیم واقعا ارتباط مشخصی بین اینا برقرار کنیم. و اینجا هم میبینیم مثلا تا نیمه فیلم این اتفاق وجود میفته که بیشتر از طریق کلوزآپ، بعضی وقتا از طریق رکن یا فوکوس رو مثلا چیز میکنه، تغییر میده، گاهی شارپ، گاهی سافت، گاهی و ابژه ها اونجا وجود دارن، همه صرفا متریالیتیشون رو ما حس میکنیم، بودنشون رو، ولی قرار بنا نیست چیزی رو ریپرزنت کنن. درسته دوستان از به اصطلاح سمبولیزم در فیلم حرف زدن، به خصوص رنگا که خب مشخصا بار سمبولیک دارن همشون، ولی ابژه ها اینطوری نیستن.
بله توی چیز این به اصطلاح هپتیک استراکچر تکسچر یا اون بافت فیلم غلبه میکنه به اصطلاح فرم. فرم نمیتونه خودشو، یعنی فرم وجود داره به شکل تجزیه شده، منتها به اصطلاح تکسچره که اهمیت پیدا میکنه، همون متریالیتی که ازش حرف زدم. بله خب بذارید یه ذره حالا بریم راجع به با اپیلوگ شروع کنیم. با اپیلوگ فیلم که تیلدا سوینتون کاراکترش ایوا یه کسی که میره دور دنیا میگرده، همه جا میره. اونجا هم جلو کتاب فروشی ما میبینیم پوسترش رو، نمیدونم چی Great Adventure یه همچه چیزی نوشته بود توش. یه کسی که میره دور دنیا میگرده، اونجایی که این اپیلوگ اتفاق میفته اسپانیاست. یه روز خاص در سال کامیونای گوجه فرنگی رو میارن، به اصطلاح سس گوجه فرنگی خالی میکنن و همه تو شنا میکنن و از این حرفا. و اون صحنه اول هم داره اونجا اتفاق میفته. ما یه اوورهد شات داریم، یه کرینه اوورهد شاته که به اصطلاح از همون اول این رنگ یا تکسچر قرمز غالب میشه به اصطلاح به عنوان کالور اسکیم فیلم غالب میشه به همه چیز. و ایوا همونجا کاراکترش لینکت میشه، مرتبط میشه با خون، با مرگ، با خون، با هر چی که میخواییم اسمشو بذاریم. و بعد اونجا که اینا بلندش میکنن و خیلی ها اونجا دارن به اصطلاح وقتی این مراسم اتفاق میفته مثل یه ریچواله، مثل یه آینه و هزاران نفر در شرکت میکنن، مثل چیزه، مثل این به اصطلاح سرخی و این که اونجا خب سمبولیزم برای خون و مرگ و اونها تبدیل میشه انگار که به یه نوع اراده جمعی، انگار که مثلا حالا اون پسره اگه بخوایم اینجوری این اپیلوگ رو بخونیم و آخر سر میتونیم بگیم که کوین در واقع کاری که میکنه، یعنی اگه این اسوسییشن ها یا این لینک ها رو بتونیم توی فیلم پیدا کنیم، در واقع میگیم کوین کاری که داره میکنه در واقع یه جورایی بازنمای اراده جمعیه. یعنی به نظر من یعنی میشه اینو این به این شکل خوندش. بعد خب یه کاری که همین هپتیک ایمیج ها انجام میدن اینه که اطلاعات و اینفورمیشن رو چیز نمی کنن، به اصطلاح بروز نمیدن، نگه پنهان میکنن. و ما صحنه های متعددی رو میبینیم، مثلا اونجا که ایوا از دفترش یه دفعه میدوه شروع میکنه به دویدن، یه اتفاق بدی افتاده. یا صحنه اون صحنه که یه خانم مسنی داره رد میشه و محکم میزنه تو گوشش و ما واقعا نمیدونیم چه اتفاقی داره میفته. یعنی ممکنه بعضی همون که باهوشتر باشن یه کلوها رو بگیرن و به اصطلاح چی میگن یه نتیجه گیری هایی بکنن، ولی خیلی ها صرفا این انگار که مثلا خشونت صرفا به خاطر خود خشونت وجوده، هیچ کازالیتی، هیچ رابطه علت محلولی وجود نداره، این اتفاقا دارن میافتن. بعد آره ما فقط یه حس اوورال، یه حس به اصطلاح کلی خشونت میگیریم از این نماها. مثلا فیلم در این حال خب مینیمالیستیه و این خیلی مدرنش میکنه، پست مدرنش میکنه. مثلا صحنه ای که ایوا میره دیدن کوین، خب ما ابتدای فیلم، ابتدای این چیزو داریم، مواجهه رو. ایوا میره میشینه اونجا،
و بعدم میبینیم که میگذره یه چند ثانیه‌ای، بعد نما کات میکنه به یه جایی و بعد دوباره کات میکنه به اصطلاح ایوا داره زندان رو ترک میکنه. اون چیزی که این وسط اتفاق میفته ما نمیبینیم، یعنی اون در واقع همه چیز بدون کانتکست میمونه، سنتر نداره، فقط ما فریم رو داریم، فریمینگ کانورسیشن رو داریم بدون اینکه هیچ مبادله اون وسط اتفاق افتاده باشه. و به همین دلیل ما ادامه میدیم که ببینیم که خب چه اتفاقی میفته. و یه چیز دیگه که خب حالا باز چند تا نکته خیلی مشخص بکنم، شاید بعضی از دوستان توجه کردن، اکو مکبث خیلی بود تو فیلم. مکبث به اصطلاح شاه رو میکشه، بعد میاد دستاشو سعی میکنه بشوره، نمیتونه، هر کاری میکنه دستا پاک نمیشه، ولی خب اینجا لیدی مکبث در واقع مکبث رو وادار میکنه که شاه رو بکشه. و اینجا کاراکتر ایوا یه جوری حالا لیدی مکبثی که در واقع ترانسفورم شده به خود مکبث تبدیل شده، دستایی که خونالوده و شسته نمیشه. و این به اصطلاح حالا راجع به مرجر یا یکی شدن حرف میزنم تو این فیلم، که باز یکی از دوستان اشاره خوبی کرد که این دوتا خیلی شبیه همه، حتی فرم موهاشون شبیه همه. مثلا توی صحنه به خصوص یه توشات میبینیم که ایوا و کوین ایستادن اونجایی که دارن میرن گلف بازی کنن و حرکاتشون، موشون دقیقا همون شکلیه و قیافشون همون شکلیه، یه جورایی همدیگر رو به اصطلاح میرور میکنن، اکو میدن، منعکس میکنن همدیگر. و که کاملا به نظر من تأثیر چیز برگمنه، پرسونا. توی پرسونا دوتا کاراکتر داریم، لیو اولمان و بی بی اندرسون، دوتا کاراکتر رو نقششون رو بازی میکنن و این دوتا کاراکتر یه جایی با هم مرج میشن، یکی میشن، در واقع شخصیت همدیگر رو میگیرن. توی این فیلم همین اتفاق میفته بین کوین و مادرش، منتها رمزی به خاطر اینکه نمیخواد، یعنی رفرنس رو میخواد، خود رفرنس رو میخواد مخدوش کنه، رفرنس به برگمن رو، میاد اون صحنه توشات مرجر رو بین ایوا و سویی دختر کوچولو میذاره، اونجایی که ایوا یه چشمش پیداست، چشمی که کور شده پیدا نیست، و ما کلوزآپ پشت سر ایوا رو داریم و بعد یواش یواش اینا مرج میشن. البته بعد از این ولی اون صحنه خیلی خیلی شبیه پرسونای برگمنه. و دیگه چقدر من باز وقت بخرم؟ شما این 2 دقیقه دیگه 10 دقیقه فرصت. 2 دقیقه تا 10 دقیقه؟ نه، از 2 دقیقه آینده 10 دقیقه فرصت. 12 دقیقه. حالا من بعد به این چیزهای دیگه برمیگردم، ولی یه تکنیکای زیادی کلوزآپ مثلا تو این فیلم بیشتر قبل از اینکه وارد این بحث تکنیکی بشم، باز این اسوسییشن یا تدایی که وجود داره و این لینکج یا ارتباطی که بین ایوا و کوین وجود داره، مثلا خب باز به دلیل همون هپتیک استراکچر اول فیلم ما میبینیم که اون ساکر رو میبینیم که این قفلا بهش بسته شده و این پسر کوین میخواد ورش داره ببرمد توی تقریبا شاید نمیدونم 20 دقیقه 30 دقیقه اول فیلم، اون رنگ زرد این قفلا که هر آبجکتی میتونه خیلی خطرناک باشه، یه حس تهدیدآمیز داشته باشه، این قفلا اونجوری هستن. مثل فورس ماژور رو نمیدونم بعضیاتون دیدید یا نه، تو فورس ماژور هم همه ابژه ها که یه حس تهدید رو القا میکنن، یعنی همش این حس وجود داره که ممکنه یه اتفاقی بیفته به دلیل اینکه این ابژه ها از کنترل خارج بشن. یا و توی چیزم توی فیلم
ما احتیاج داریم که از کوین حرف بزنیم، ابژا همین حالت رو، یعنی یه قفل خیلی ساده و بی اهمیت تبدیل میشه به یه حالت قتل. و اول فیلم ما اینو میبینیم. بعد چجوری لینکج استبلیش میشه؟ ماشین مادر کوین زرده، بنابراین این رنگه خودش یه ارتباط رو بین اینو به وجود میاره، یعنی هیچ رنگی اینجا بی خود انتخاب نشده، انگار که این قتل خود مادره مرتکب میشه. یعنی اگه بخوایم سمبولیکلی در واقع بخونیم فیلم و اینها، و حالا این آیدنتیفیکیشن یا یکی انگاری باز ادامه پیدا میکنه اونجایی که مادره میره به دیدار کوین، کوین این تیکه های ریزه های شیشه رو از توی، فکر میکنم شیشه است، ناخونشه یا هرچی، از توی زبونش در میاره، دونه دونه میچینه. یه صحنه دیگه داریم جایی که پوست تخم مرغ، ایوا پوست تخم مرغ رو از دهنش در میاره، دقیقاً تکرار همون صحنه است توی کلوزا. بنابراین لینکجا اینجوری بین مادر و پسر دائما دارن استبلیش میشن و دارن اینا رو هی به هم نزدیکتر و نزدیکتر میکنن تا مجبور شن. حالا بگذاریم از این به اصطلاح عقده اودیپی که اینجا وجود داره که پسر در واقع میخواد و توی اون صحنه خودارضایی و اینا این ایمپلیکیشن یا به طور ضمنی نشون داده میشه، این اراده برای تصاحب مادر و منطقه. خب چون شکل انحرافی پیدا می، یعنی ما اصلا میتونیم این فیلم رو به معنی یه نوع رومانس انحرافی بخونیم، رومانسی که یه شکل انحراف پرورت یه جوری. و ایده خود رابین هود اونجا، چون رابین هود رومانسه، رابین هود اصلا یه استراکچر، رابین هود استراکچر رومانسه، پس یه قهرمان داریم توی دنیای اپوکالیپتیک که میره و با این به اصطلاح تیرکمونش سعی میکنه بقیه کمک کنه، و این داستانی که ایوا داره به اصطلاح کوین میگه، داره واسش میخونه، داستان رابین هود رو میگیره، پلاتش رو در واقع ریورس میکنه، نه ریورس ولی منحرفش میکنه، پرورژن میده به اون پلات، تبدیلش میکنه به یه چیزی که تبدیل میشه به این آدم باشه. بنابراین این به اصطلاح چیزای به قول معروف چجوری رومانس تبدیل میشه به یه چیز دیگه، یعنی تمام المانای رومانس اون توی منطقه، این پرورژن هم اونجاست. یه مقدار راجع به تکنیک و اینا حرف بزنم. بیشتر تقریبا تمام صحنه هایی که حاوی نکته های به اصطلاح کلیدی یا اون چیزی که جویس اسمش رو گذاشت اپیفانی، صحنه های تجلی، صحنه های آب، به اصطلاح صحنه هایی که یه ریولیشن، یه نوع آگاهی اتفاق میفته، صحنه هایی که با کلوزآپ گرفته شده، کلوزآپ معمولا از چشم کوینه، جایی که از این حرف میزنه که مثلا موقعی که اون ویروسه رو مادر برمیداره میاره و میگه خب که چی، میگه there is no point, that's the point. اون صحنه که باز برمیگردیم به اون به اصطلاح کانسپت absurd که این چیزی معنی نداره، صحنه توی کلوزآپه. یا صحنه دیگه ای که کوین داره راجع به این حرف میزنه که خب که چی، ما داریم زندگی میکنیم، مثلا میریم مدرسه سر کار برمیگردیم، من اگه ای بگیرم توی مدرسه من کسی راجع به من حرف میزنه، خب که چی، یعنی اونجا جاییه که میگه در واقع داره راجع به اسپکتکت شدن، راجع به تبدیل شدن به اصطلاح مرکز نمایش شدن داره حرف میزنه. یه که اتفاقا شاید تم محوری موبیدیک هم باشه که توی ادبیات آمریکا از هرمن ملویل میاد میرسه به فاکنر و بعدم توی سینما میاد به اسکورسیسی میرسه. مثلا توی گاو خشمگین جک لاموتا
میخواد اسپکتکل باشه، میخواد مرکز توجه باشه، میخواد اون وسط باشه همه ببیننش. وقتی میره توی رینگ بوکس میخواد اون اسپکتکل باشه. یا تراویس بیکل توی راننده تاکسی همینه، وقتی جلوی آینه وامیسته اونم میخواد اسپکتکل باشه. و اینم همون چیزه به اصطلاح تفکره. یکم راجع به تکنیک شرف بزنم. اینها به نظر من تکنیک، خب کلوز اپ و اینا گفتم، تراکینگ شات خیلی خیلی شبیه د شاینینگ، تراکینگ شات های این فیلم که خب هم میبرتش به سمت هورر، هم اینکه کوبریک اون موقع که 1970 خورده ای استدیکم و یه نفر به اسم گرت بران تازه اختراع کرده بود دوربین استدیکم، و صحنه‌های شاینینگ رو چون این میتونه لول دید رو بیاره پایین استدیکم و به اصطلاح تعقیب کنه کاراکتر رو بدون لرزش زیاد که مثلا دوربین دسته رو اینها، و خود گرت بران رو برداشت آورد کوبریک که صحنه‌های به اصطلاح تراکینگ شات‌های شاینینگ رو چیز کنه، فیلم برداری کنه. اون صحنه مثلا صحنه که دنی داره با دو چرخه میره توی هتل و اینها و دوربین رو تعقیبش میکنه، خود چیز بران نشست روی ویلچر و اینو تعقیب کرد، ازش فیلم برداری کرد. توی اینجا ما صحنه اونجوری زیاد داریم. یه صحنه‌اش توی سوپرمارکته که ایوا داره میره و دوربین استدیکم داره از پشت ترک میکنه و بعد دوباره از جلو به اصطلاح ترک میکنه که بعد اون خانومه رو میبینه و سعی میکنه پنهان بشونه، یا اون صحنه که کوین روی بالای پله ها دراز کشیده، اونجا باز ما یه استدیکم خیلی شبیه The Shining داریم. کوبریک با به اصطلاح تراکینگ شات به فضا تشخص میداد، فضا رو تجزیه تحلیل میکرد و در این حال به اصطلاح یه جورای شرایط چی میگن؟ شرایط گوتیک وار صحنه رو نشون میداد و ما رو آماده رخ دادن یه سری اتفاقات میکرد. و اینجا هم همون حس رو ما داریم وقتی این تراکینگ شات ها اتفاق میفته. بنابراین کوبریک هم شاید یه تأثیر دیگه روی لین رمزی باشه. آلتمن مثلا همین کار رو با زوم میکرد. اگه آلتمن مکی و میسیز میلر رو دیده باشید دقیقا همین کارا رو با زوم میکنه به جای اینکه از تراکینگ شات استفاده کنه. من دیگه چیز خاصی ندارم ولی هستم اگر دوست به هر صحبت شما داشته باشید.